آمین آمین آمین. در طول تاریخ بشریت حوادث ناگوار بسیاری رخ داده، اما فقط جمعی از مردمی که در کنار اون حوادث می بودن مطلع می شدن. ولی امروز اخبار جهان که متاسفانه اکثر اون هم خبرهای بد، همچون جنگ ها، قحطی ها، ترور ها و نارامی های سیاسی، بیعدالتی ها، خودکشی ها، طلاق ها، ناامنی ها، حتی در شهرهای پیشرفته که پر از تکنولوژی هستن، سیل ها، طوفان ها، زلزله ها پیش میاد و شاید با همون تکنولوژی هم نتوانن مانع تمام اون خسارت و آسیب ها بشن. مریضی های ناعلاج که بیشترین این فضای خبری دنیا رو در بر گرفته و به راحتی به توسط رسانه های اینترنتی پوشش خبری هر روز شده و ثمره این خبرها متاسفانه دلایل ترس های است، دلایلی شده برای نگرانی هام، ناآرامی هام، استرس و پریشانی و غم و افسردگی و سردرگمی های ما در زندگی. انسان امروزی متاسفانه پناهگاه خودش رو فقط فرار میدونه که از این مشکلات و از این سختی ها فرار بکنه و پناه ببره. به طور خاص متاسفانه بازم جمعی از جوانان ما به اعتیاد و به قرص های آرام بخش قوی و یا ایجاد تفریحاتی که لذت های موقتی هرچند داره و ناسالم و باز دلیلی برای یک زندگی بی هدف و خسته کننده شده. شاعر نیز اعلام میکنه: من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم برا بداهنگ است. بیا ره توشهی برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. این تصویری از ذهن ما نبود زمانی که در ایران بودیم، وقتی شرایط سخت رو توی ایران دیدیم، دیدیم نمیتونیم زندگی کنیم و تصمیم گرفتیم، هرچند برای ما مشکل بود، دلهوره داشتیم، استرس داشتیم، میشه نمیشه، اما از ایران خارج شدیم تا یک جایگاه بهتری داشته باشیم. اما حالا که اینجا هستیم، خدا رو شکر برای این سرزمین، برای این آزادی، خدا رو شکر برای اروپا که این دروازه محبت و عشق پناهنده پذیری رو باز کردن. باز من از خودمون میخوام، از ایرانی ها بگم، ما رو فهمیدن، درک کردن که اون آزادی که همه میتونن داشته باشن از نظر نسبی ما نداریم و به ما اجازه دادن پناهنده بشیم در اروپا، در آمریکا، در کانادا. اما آیا همه چیز آرومه؟ اینجا نیز ما میبینیم مشکلات و سختی هایی هست. اینجا ما متاسفانه شاهد اخبار و خبرهای بد هستیم. ولی در کتاب پیدایش همون باب 1 و باب 2 اشاره به 7 خبر خوش میکنه که خدا جهان را زیبا و نیکو آفرید. خدا موجودات رو خوب آفرید. خداوند طبیعت رو خوب آفرید. او یک نظم آفرید. انسان مرد رو آفرید و بالاخره خدا زن رو نیکو آفرید. بهش یک نقش دلسوزانه داد تا در کنار همسرش بتونه وفادارانه بایسته. یک مادری باشه دلسوز و وفادار. یک همدم باشه. و وقتی که دنیا در مسیر علم رشد کرد، ما شخصیت‌های مانند مادام کوری داشته باشیم که بتونه در امور علمی نیز پیشرفت کنه و زن‌ها این گونه بودن. پس خدا همه چیز رو نیکو آفرید. اما غافل از این نشیم که در باب 3 همون پیدایش مشاهده بر این هستیم که شیطان با دروغی که به حوا گفت اخبار بد رو به گوش انسان رسوند و همون خبر بد دلیلی بر این شد که نه تنها آدم و حوا در مسیر مشکلات و سختی ها قرار بگیرن و مصیبت ها و درد ها و رنج ها، بلکه نسل آدم و حوا نیز آسیب خورد. ولی خداوند بلافاصله در کتاب پیدایش 3:15
اشاره میکنه که از نسل زن نجات دهنده ای خواهد آمد تا سر این بدبختی ها که شیطان هست رو بر زمین بکوبه. این خبری بود که خداوند به انسان میده تا بدونه که با اخبار خوش، با خبر خوش میتونه در برابر اخبار بد بایسته. و در طول کتاب مقدس پیام خبر خوش از خداوند شنیده میشه. درسته که بیش از 300 پیشگویی هست در رابطه با این خبر خوش، اما کل عهد عتیق، 39 کتاب عهد عتیق خبر خوش نجات انسان هست از مصیبت ها و از هلاکت. نویسنده این مزمور 22 30 الی 31 داوود پادشاه نیز نسبت به این خبر خوش این گونه اعلام میکنه: ذریتی، یعنی نسل آینده، ذریتی او را عبادت خواهند کرد، یعنی کاری رو که اون نجات دهنده انجام داده رو نیز ستایش میکنن، و درباره خداوند طبقه بعد را اخبار خواهند داد. کسانی که مسیح ایمان آوردن، رسولان به مسیح ایمان آوردن و به دیگران گفتند، دیگران به دیگران، بعد از گذشت 2000 سال به گوش ما رسید، به گوش رسول رسید، رسول این خبر خوش رو به دیگران داد و دیگران ایمان آوردند. و این مسیری هستش که میتواند قوت قلب انسان باشه که با خبر خوش زندگی کنه. ادامه میده: ایشان خواهند آمد و از عدالت او، اون عدالتی که روی صلیب انجام شد، نه اعمال و رفتار ما، نه اجرای شریعت سخت، و از عدالت او خبر خواهد داد. قومی را که متولد خواهد شد، دوباره در نسل آینده، که او این کار را کرده است، و پیوسته این خبر خوش و این اخبار خوش میتونه باعث امید باشه، باعث نجات بشه برای مردم. اما برای مقابله با اخبار بد، همونطور که عرض کردم، میباید با خبر خوش در برابر دروغ ها بایستیم، در برابر آنچه را که خداوند به خاطرش ما را نیافرید، که بگیم ما آفریده شدیم تا در این آفرینش در درد و نیز در رنج باشیم. صدای من میاد؟ خدا را شکر یه مقدار صدام ضعیف شد گفتم. اما این کلام خداوند و این خبر خوش رو چگونه میتوانیم بدیم؟ چگونه ما این خبر خوش رو میتونیم به دیگران بدیم؟ این خبر خوش کجا در وجود ما دانش کاشته میشه؟ زمانی که گواهی ایمان تو میگی، زمانی که وقتی که خداوند برای تو یه کاری رو انجام داده، معجزه‌ای رو انجام داده، این رو به دیگران میدی و میگی آیا این کار رو میکنیم یا نمیکنیم. امیدوارم این کار رو بکنیم. خیلی ها هستن تصور میکنن زمانی من میتونم بشارت بدم، خبر خوش نجات رو به دیگران بدم، که کامل کامل درک کنم، دانشگاه برم، کتاب مقدس رو حفظ بشم. خیر عزیزان، شما وقتی مسیح ایمان آوردید، آنچرا که مسیح تو زندگیت کرده اون رو به دیگران انتقال بده. و وقتی کلام خدا رو میخونی، کلام خداوند اعلام میکنه که تو فرزند من هستی و من پدر تو هستم، من تو رو دوست دارم، کلام خداوند اعلام میکنه من تو رو رها نمیکنم، تا انتهای عالم با تو هستم، حتی مشکلات و سختی های تو به خیریت تبدیل میشه. وقتی این امید در دل تو هست، اون رو در زمانی که خبر بد رو میشنوی اعلام کن، هم به خودت بگو و هم به دیگران اعلام کن، تا اون نیز قلب تو رو روشن کنه و این امید رو به تو بده. در غیر این صورت ما با اخبار بدی که میشنویم داوری بد خواهیم کرد. حتما شما شنیدید بارها که وقتی میشنویم یه جا زلزله میشه، یه جا طوفان میشه، میگیم این لعنت خداست. لعنت خدا زمانی ایجاد شد، لعنت بر روی زمین اومد، نه اینکه خدا این لعنت رو بخواد بده. این کار شیطان و شریر بود که زمین تحت لعنت قرار گرفت. خدا خدای نیکویی است. زمانی شد که آدم و حوا از اون عهد دور شدن و عهد شکنی کردن. اما طبیعت کار خودش رو باید انجام بده. زلزله هست، سیل هست، طوفان ها هست. ما آسیب پذیر شدیم زمانی که روح خدا را از دست دادیم، روح القدس را از دست دادیم. اما زمانی که با اخبار بد فقط زندگی میکنی، فکر میکنی،
این اخبار بد دلیلی میشه که ما داوری بدم بکنیم. و همه به خوبی میدونیم این ضرب المثل که وقتی یک انگشت اشاره به یک نفر میگیری برای داوری، سه انگشت به سمت خودت هستش. پس اگر من در فضای خبر بد، اخبار بد ساکن بشم، همون دلیلی خواهد شد که رنج و آزار مدام با من باشه با داوری که میکنم. دختر بچه‌ای رو میکنه به مادرش، میگه مامان چند تا از موات سفید شده، چرا؟ میگه از دست تو، از بس که منو اذیت کردی. میگه پس حالا میفهمم چرا مادر بزرگ مادرت همه موهاش سفید شده. وقتی داوری بد میکنیم، بدونیم که ما هم تو اون داوری قرار خواهیم گرفته و اون جایگاهی نبوده که بیسیم. چرا با اخبار خوب و خبر خوش خودمون رو نشستیم و تسویه نکردیم؟ نویسنده مزمور 71 14-16 که احتمال میره این نویسنده پیر بوده باشه، سال خورده هستش، این گونه اعلام میکنه: امید من همیشه به تو میباشد. یعنی حتی در زمان خبرهای بد، اخبار بد، من به تو امید دارم و بیشتر و بیشتر تو را ستایش میکنم. اتفاقا بیشتر از زمانهای عادی وقتی خبر بد رو میشنوم سعی میکنم بیشتر با تو باشم، به خانه خداوند برم، کلام رو بخونم، در دعا باشم تا در حضور تو بتونم آرامش بگیرم. روز درباره نجات خود و کارهای نیک تو که تعداد آن از فهم من خارج هست گفتگو خواهم کرد، یعنی بشارت خواهم داد. پس در این روزها که این همه خبرهای بد به گوش مردم میرسه، کار ما فرزندان خدا چیست؟ بلند هممون بگیم بشارت دادن هست، بشارت خبر خوش هست به دیگران. و اعلام میکنه با قدرت خداوند خدای متعال خواهم آمد، یعنی قوت روح القدس، اعمال رسولان 1:8، و برای همه اعلام خواهم کرد که تو یگان خدای عادل هستی. باز اعمال رسولان 4:12 میگه هیچ نامی زیر این آسمان به ما داده نشده غیر از نام عیسی مسیح، برای نجات، برای اجابت، برای اینکه من در آرامش و خوشی باشم. و شاعر نیز اعلام میکنه: من از آن روز که در بند تو هم آزادم. پولس رسول هم اینو میگه، پولس رسول میگه من اسیر مسیح هستم ولی پر از خوشی هست، پر از شادی هست. من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم. کلام خدا میگه ما فرزندان خدا هستیم، ما پادشاهان هستیم. اگر ما فرزندان و پادشاهان خدا هستیم، این را بدونیم این اسارتی که در دست خدا هستیم برای ما نیکوست. تا خیال قد و بالای تو در فکر من است، تا فکر و اندیشه من این هست که تو پدر من هستی، تو دلسوز هستی، تو چوب بر دست نگرفتی که مرا تنبیه کنی، مرا لعنت کنی، تو اونقدر عاشق من بودی که اگر تمام ملت ها و مذاهب به دنبال تو بودن، اما تو به دنبال من بودی و من رو کشف کردی. تا خیال قد و بالای تو در فکر من است، گر خلایق همه سروند چو سرو آزادم. اگر همه مردم به فکر این هستن که یک جایگاهی قرار بگیرن که در امنیت و آرامش باشن، اما من از فیض تو، از عدالتی که روی صلیب نصیب من کردی، من آزاد هستم. عیسی مسیح در انجیل متی 24 نیز اشاره میکنه به روزهایی که در روزهای آخر هست و در این روزها میگه جنگ ها بیشتر میشن، قبلا هم بود، قحطی ها بیشتر میشه، مریضی ها بیشتر میشه، زلزله ها و مصیبت های طبیعی و بیرحمی های مردم بیشتر خواهد شد و حتی ایمانداران مسیح تحت جفا خواهند گرفت. این سه شنبه قبلا هم عرض کردم خدمتون، اخباری که ما داشتیم که از ساعت 6 صبح تا ساعت 9 صبح در خدمت مردم ایران هستیم که زنگ به ما میزنن، یک سوم از خبرها این بود بعد رسول برای مردم دعا کنیم، چون این مردم به هم بیرحم شدن و به هم رحم نمی کنن. در نامه یعقوب 2:13 اشاره میکنه چون رحم نمی کنی
رحمت نخواهی دید. و ملت ما به خاطر شرایط سختی که الان هستن متاسفانه تو این موقعیت قرار گرفتن و روزگارم نیز بر اونها متاسفانه بدتر خواهد شد. اما مسیح اینها رو پیشگویی کرده بود. در انجیل متا 24 11 14 اعلام میکنه: و بسا انبیای کذبه ظاهر شده که شدن 1400 سال پیش و بعدش اومدن. اگر کسی به شما میگه عیسی مسیح گفت بعد از من شخصی به نام احمد و محمد میاد، هرگز میگه نبی کاذب خواهد آمد. و بسا انبیای کذبه ظاهر شده بسیاری را گمراه کنند، بسیاری را. پس جمعیت نشانه حقیقت نیست عزیزان. و به جهت افزون گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد. کدوم محبت؟ آیا محبت برابر، محبت آگاپه کم شده؟ محبت الهی کم شده؟ پدر و مادرها بچه هاشون رو دوست دارن، بچه ها پدر و مادرها رو دوست دارن، دوستا همدیگر رو دوست دارن. محبت آگاپه که محبت بلا عوض هست، معامله نمی کنه، بیزینس نمی کنه، عاشقه. مثل خود خدا که عاشق بشریت بود و یگانه پسرش رو داد بهر گناهان بشریت. و اون گناه انسان بود که متاسفانه باعث آسیب خوردن و این اخبار بد او شد. همون گونه که شاعر اعلام میکنه: چه ها با جان خود دور از رخ خود کردم، مگر دشمن کند اینها که من با جان خود کردم. و متاسفانه انسان با جان خودش این گونه عمل کرد و اعلام میکنه: لیکن هر که تا به انتها صبر کند. در چی صبر کنه؟ در پوری روح القدس، در کلیساش وفادار بشه، در کلام خدا، در دعا بایسته، در عدالت، در رحمت. گاهی هستش که متاسفانه ما میگیم رحمت ما نسبت به دیگران اندازه داره. بعد از رسول ما نمیتونیم که همش رحمت کنیم ببخشیم. خود کتاب مقدس هم این آیه رو میگه. بعضیا آیات رو مثل گلوله های مسلسل توی خشاب میذارم و دستشو میگم با آیات مردم رو میزنم. ولی وقتی که رحمت نیست، خودم اونجا نیست. چون که کلام خداوند میگه من رحمت را مهمتر از قربانی کردن میدانم، مهمتر از اون پرستش میدانم. رحمتت کجاست؟ آیا رحمت بر دیگران داریم؟ از این رو هستش که متاسفانه مردم ما اگر به هم رحم نمیکنن و این مروت رو نسبت به هم دیگه ندارن، نشون میده که تقضیه روحانی اونها چقدر جای اشتباهی هستش. تا به انتها صبر کنند نجات یابند و به این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد. ملکوت خدا، پادشاهی خدا، نجاتی که مسیح مهیا کرده. دیگه این همه دغدغه نخواهیم داشت برای اینکه ما به خدا برسیم، چرا که ایمان داریم خداوند به ما رسید. تا بر جمیع امتها شهادتی شود، آنگاه انتها خواهد رسید. انتهای تمام درد، انتهای تمام رنج ها نیز خواهد رسید. از این رو عیسی مسیح قبل از اینکه صعود کنه به دو ضرورت حیات بخش اشاره میکنه: یک، بشارت بدید. دو، از روح القدس پر بشید. و خوبه که این آیه رو، آیات رو ما مدام بخونیم، داشته باشیم، حفظش کنیم. متا 28:19: پس رفته، این یک حکمه، این یک ضرورته، پس رفته همه امتها را شاگرد سازید با درک و با محبت. عزیزان، شاگرد سازید و ایشان را به اسم پدر، پسر، روح القدس تعمید دهید. چرا باید این کار رو بکنیم؟ چون میبینیم که مردم در رنجن، چون میبینیم توی مشکلات و سختی ها هستن، چون میدونیم هرچند ثروتمند اما در وجودش فقره، هرچند محبوب اما در افکارش تنهاست، خودشو تنها میبینه. باز شاعر میگه: چون میبینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش نشینی. بقیهش خودمون میدونیم گناه هستش. و در اعمال رسولان 1:8 که آیه معروفی است اعلام کنید: لیکن چون روح القدس بر شما آید، پس اون باید بیاد، قوت خواهید یافت. گفتیم قوت یعنی چی؟ در طول این درس‌ها توانایی. عیسی مسیح امر معروف و نهی از منکر نکرد. هوشیار باشیم عزیزان.
دستوری به ما صحبت نکرد، اعلام میکنه آنچرا که برای ضرورت زندگی ما خوب هست، اما اقتدارش رو میده که قدرت هست و تواناییش رو میده که قوت هستش. پس اون رو به ما داده، این ما هستیم که باید ازش استفاده بکنیم. لیکن چون روح القدس بر شما می آید، قوت خواهید یافت و شاگردان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا انقضای جهان. یک مسیح پس در هر کجا، با هر زمان، در هر زمان، در هر زبانی که هست، با هر شرایطی که هستش، میتونه به توسط روح القدس یک مبشر باشه و بشارت بده. خودت رو ضعیف نبین. برادر لئون عزیز ساعت‌های آخر از عمرش بود، کسی بود که من افتخار داشتم در زمان دستگذاری من ایشون تشریف داشتن و از بنیانگذاران کلیساهای فارسی زبان در ایران بودن. ایشون در سن فکر میکنم 94 سالگی بود ایشون به حضور خدا رفتن. وقتی من رفتم با برادر یوسف عزیز رفتیم اونجا، پسرشون آقای برادر حواکیم عزیز اونجا بودن، به من گفتش که بعد از تو قبل از این که دیگه بره توی کما، پرستاری که اومد به پرستار گفت میدونی خدا تو رو چقدر دوست داره و شروع کرد بشارت دادن. پس شما نمیتونید بگید من توی یک شرایطی هستم بعد از اون اصلا نمیشه. ما نداریم چنین حکمی، چون قرار است من و شما سخن بگیم، قرار هست خدا صحبت کنه. بریم با هم دیگه. همه بروشور داریم؟ عزیزانی که بروشور ندارن دستاتون رو ببرید بالا لطفا، دستا بالا بره. مرسی. انجیل لوقا 9:1-2 که آیات ثابت ما هستش، لطفا میکروفونم بدید. سپاسگزارم. میخواد چراغا رو روشن کنید که عزیزان ببینن؟ سپاسگزارم. چراغا رو روشن کنید لطفا. مرسی. انجیل لوقا 9:1-2. جمیع دیوها. مرسی. یک بار دیگه انقدر میگم تو این دوره تو هممون بدونیم داریم چه کار میکنیم عزیزم. قدرت اون جرأته، اون اقتداره، اون اتوریتیه که به تو داده شده، ازش استفاده کن. قوت اون تواناییه. یک مثال بسیار ساده که همیشه میزنم، یک پاسبان لباسش اقتدارشه، اما اگر اومد یک نفر گفت بابا لباس پاسبانم داشته باشه من میخوام اذیتش کنم، حمله کنم بهش، اسلحهش تواناییشه، اسلحهشو در میاره. شما این اسلحه رو دارید، درسته که اسلحه ما محبته، عشقه، اما شما این رو دارید، ازش استفاده کنید، نترسید. بله. پس 12 شاگرد خود را طلبیده به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن امراض عطا فرمود و ایشان را فرستاد تا به ملکوت خدا موعظه کنند و مریضان را صحت بخشند. آمین آمین. میتونیم برای این آیات دست بزنیم. این قدرت رو شما داری، پس چرا وقتی بچت مریض میشه ببخشید کاسه چه کنم دست؟ چرا توی این مشکلی میافتی میگی چه کار کنم؟ وکیل خوب سراغ داری؟ دکتر خوب سراغ داری؟ دکتر خوب، وکیل خوب در وجود توست و اون روح القدسه. بخوا ازش، دعا کن برای بچت، دعا کن برای مشکلاتت، دعا کن برای رفع سختی ها و مشکلات، و مسلم بدون که انجام خواهد شد. این قدرتی هست که اقتداری هست که خدا داده، تا چه اندازه ای ما قبول داریم اون مهم هستش. اندیشمند اعلام میکنه دست به کنش بزنید و از کشف توانایی های تازه لذت ببرید. امتحان کن، تست کن خودت رو که کجا ایستادی. هرگز هیچ خبرنگاری بدون مجوز نمیتونه توی تلویزیونی بره خبر انتشار بده، اون مجوز داره. خدا مجوزش به شما داده، مجوز خبر خوش داده. چرا میترسی؟ نه فامیل من خیلی متاسفه براتون، نمیدونی مادر من اینجوریه، سفره حضرت فاطمه میده. بابا بندازه، اون خدا رو دوست داره، فقط نمیدونه حقیقت چیه. تو برو خبر خوش نجات بهش بده، اون موقع سفره برای آدمای بیچاره میندازه دیگه.
نه برای کسی که مرده، یک افسانه هم بیش نبوده. میدونه سفره رو برای کی بندازه، ولی چرا ما سکوت کنیم؟ یه پستچی اگر مجوز نداشته باشه نمیتونه بیاد نامه رو در خونه بده. اون نامه تواناییشه، ولی مجوزش هم هست. خدا هر دوشو به تو داده. و اگر من و شما امروز سکوت کنیم، فضا دادیم که دوباره داعش ها بیان، داعشی ها بیان. تمام مناطقی که داعشی ها رفتن و مسیحی زاده هایی بودن، مناطقی هست که کم بشارت شده، نمیخوام بگم بشارت نشده، کم بشارت شده. این فضا رو ما مسیحی ها دادیم تا داعشی ها باشن، تا تروریست های اسلامی باشن. اگر خبر خوش نجات رو میدادیم، شیطان اون داعشی ها رو فریب نمیداد به جای اینکه هلاک بشن، بلکه حیات رو داشتن. پس اگر امروز خبر خوش نجات رو شنیدی، پس اگر امروز میدونی که باید عشای ربانی رو بیایی به یاد بیاری، این رو بیار، آنچه که به یاد میاری باید به دیگران انتقال بدی که اونها نمیدانن. فقط نه اینکه من به یاد بیارم، بلکه دیگران نیز به یاد داشته باشن که چگونه زندگی خوبی رو میتونن ادامه بدن. باز اندیشمندی اعلام میکنه: زندگی مانند کودکی هست که اگر میخواهید به خواب نرود، پیوسته باید او را سرگرم کنید. سرگرم چی؟ یک جمله. سرگرم چی کنیم؟ روح القدس. افسوسیان 5:18، رومیان 14:17 و اعمال رسولان 1:8 میگه سرگرم روح بشید تا مبادا دنیا سرگرمت کنه. نکنه بازی های دنیوی سرگرمت کنه، انرژی درمانی سرگرمت کنه، حلقه عرفان سرگرمت کنه تا زمانی که حقیقت هست، 12 قدم سرگرمت کنه تا حقیقت و معجزه خداوند در برابر تو میتونه باشه. اگر ما خبر خوش انجیل رو به افرادی که اطراف اون هستن بدیم، مطمئن باشیم که به اونها کمک کردیم تا دیگه ناامید نباشن، تا دیگه سرخورده نباشند، ترس و نگرانی اونها رو در بر نگیره، بلکه پیوسته بتونن در مسیر خوب زندگی کنن. خیلی موقع هست که ما تصور میکنیم که خیلی از دانشمندا هستن، خیلی از محققین هستن، خیلی از کسایی هستن که مشهور و محبوب مردم هستن و اونها احتیاج به این خبر خوش ندارن، یا اصلا قبول نمی کنن. ولی در وجود اونها نیز یک نیازی هست که اون نیاز رو من و تو میتونیم درمانش باشیم به توسط انجیل مسیح. نیچه رو همه میشناسیم، یک فیلسوف و یک شاعر آلمانی هستش، هیچ امیدی به خدا نداره، اما در زمان خودش شخصیت محبوبی بود و اون رو تو یک جایگاه بالایی میدیدن از نظر علم و فلسفه. اعلام میکنه: هر روز بیشتر به این واقعیت پی میبرم که زندگی را نمیتوان تحمل کرد مگر دیوانگی چاشنی اون باشه. چقدر ناامید که دیوانگی رو چاشنی یک زندگی خوب میبینه. آیا نیچه نیاز نداشت که یک نفر خبر خوش نجات رو بهش بده؟ پس سکوت نکنیم. اگر امروز نزدیک سفره خداوند میشیم، فقط سفره خداوند یادآور این کاری نیست که مسیح کرده، یادآور این هست که من و تو این خبر خوش نجات رو به دیگران برسونیم. بریم با هم دیگه نامه اعمال رسولان 4:1-32، آیات زیاد هستش، اما میخوام تمرکزمون رو این قسمت بذاریم برای درک بیشتر عشای ربانی. عشای ربانی رو جدی بگیریم و آنچه را که ثمره اون خواهد شد که بشارت هست رو قبول کنیم. عزیزان، با مسیحیت نمیشه شوخی کرد. به نظر من بهتر یک نفر به مسیح ایمان نیاره، چون بر حسب شریعتش داوری میشه، تا اینکه مسیح ایمان بیاورد و جدی نگیره اونو، چون دیگه بر حسب فیض خدا بر ما داوری میشه، مشروطه بر اینکه من در اون فیض آنچه را که به عنوان مسئولیت به من داده شده را انجام بدم. اگر این گونه بود، کلیسای ما الان دور تا دور مردم وایساده بودن، اما متاسفانه این گونه نیست، چون هموطنان ما مسیحیت رو باز در چارچوب اکثریت، چارچوب مذهب گرفتن.
اینو به من بده، اونو به من بده، اینو به من بده، اونو به من بده، بای بای. مسئولیت پذیری نکردم. شاید مدتی با شبان کلیسا و کلیسا همراه بودن، اما هم فکر نشدن با مسیح. با شبانتون هم فکر بشید، همراه بشید. و هر کدوم ما مسئول خانواده و دوست و خواهر و برادرمون هستیم که خبر خوش نجات رو بدیم. بفهم باشم. و چون ایشان با قوم سخن میگفتند، کهنه و سردار سپاه هیکل و صدوقیان بر سر ایشان تاختند. پتروس و یوحنا رفته بودن یک شخص مفلوج رو شفا داده بودن. حالا همه سر و صدا میکردن، شخصی که از نوزادی فلج بود، حالا همه سر و صدا میکردن که چگونه اینا توانستن این رو شفا بدن، غافل از اینکه این شخصی که فلج بود یک عمر داد میزد که میتونه خداوند منو شفا بده. به قولی شاعر حافظ میگه: شهر خالی است از عشاق، مردی از خیش برون آید و کاری بکنه. و این اتفاق افتاد، عیسی مسیح آمد و کاری کرد. ولی الان مردم معترض هستن. چگونه؟ مردم که نه، در اصل مذهبیون در اون زمان. بله، چون که مضطرب بودند از اینکه ایشان قوم را تعلیم میدادند و در عیسی به قیامت از مردگان اعلام مینمودند. جفا همیشه هست. اگر بشارت میدی دشمنت شیطانه. اکثر خادمینی که پشتشون حرفای بسیار هست، حمله زیاده رو کلیساهایی که مثل کلیسای ما خیلی حمله هست، پشت سر من خیلی حرف هست، خیلی حرف هست. علتش اینه که ما خیلی داریم برای جلال خدا کار میکنیم. جلال از آن اونه، جلال از آن اونه، ولی خیلی داریم کار میکنیم. حرف پشت ما زیاده چون ما بی‌رحم نمیخوایم باشیم. رحمت ما بر مردم ایران هست. ما با آیه فقط روی فیسبوک بازی نمیکنیم. ما می‌نویسیم سرنگون باد این نظام اسلامی. ما شوخی نداریم. ما مردممون رو می‌فهمیم، درک می‌کنیم. بارها اینو گفتم، امیدوارم به کسی بر نخوره. ترسوهاش میرن. اونهایی که از قوت روح القدس پر شدن میمونن و کنار من سفت ایستادن. چون من میدونم که خدا منو آورده. و میدونم همون قوت که با رسول آمده با من و با شما هست. مشروط بر این که سفت بیستید. سفت بیستید. نترسیم. بله؟ پس دست بر ایشان انداخته تا فردا محبوس نمودن، زیرا که آن وقت عصر بود. اما بسیاری از آنانی که کلام را شنیدند ایمان آوردند و عدد ایشان قریب به 5000 رسید. واو! هیچ کجا ما نمیخونیم عیسی مسیح بشارت داد 5000 نفر مسیح ایمان آوردن. همه جا میگه 12 تا شاگرد داشت، یکیش که خیانت کرد، اون 12 تا هم که یا فرار کردن، 10 تاشون 11 اون میگن که مون، یوحنای رسول هم که مون که به خاطر خالش، شاید مون پسر خالش بود دیگه. خدا میدونه مون دیگه چرا مون. درست مسیح دوست داشت عزیزان. پس این گونه نیستش که ما بگیم وای آقا اگر ما درستیم الان میلیون نفر هستن. نه خیر، خدا کنه همون 12 نفر تو این کلیسا باشن، اما قیورانه بیستن، با تمام دلتون بیستید، ما دنیا را تکون خواهیم داد، نه فقط ایران را. بله؟ بامدادان، رؤسا، مشایخ، کاتبان، ایشان در اورشلیم فراهم آمدند. با حنای رئیس کهنه و قیافا و یوحنا و اسکندر و همه کسانی که از قبیله رئیس کهنه بودند. و ایشان را در میان بداشتند و از ایشان پرسیدند که شما به کدام قوت و به چه نام این کار را کرده اید؟ رسولان برای همه صحبت میکردند، برای مذهبیون صحبت میکردند، برای رؤسا صحبت میکردند، برای دولتمندان سخن میگفتند، برای دوستانشون، فامیلاشون، مذهبیون، غیر مذهبیون سخن میگفتن. چون میدونستن که همه نیاز دارن. همون گونه که این شاعر میگه: گر ز حال دل خبرداری بگو. اگه میدونیم ماتم رو، ما میدونیم که درد ایران چی هست. درد ایرانی ها این نیستش که فقط نظام اسلامی اونجا حاکم هست. درد ایرانی ها این هستش که خدای حقیقی رو نمیشناسن. و باید خبر خوش نجات رو به ایرانی ها بدیم تا الله پرستی و مرده پرستی نکنن، بلکه یهوه پرستی و خدای زنده رو بپرستن. گر زهال دل خبرداری بگو، بر نشانی مختصر داری بگو. مرد را دانم ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیک در داری بگو. ما راه نزدیکتر رو یافتیم دیگه، لزومی نداره با نماز امام زمان تا صبح خدا رو راضی کنیم. ما
ما میدونیم که هر کجا که باشیم در نام عیسی مسیح دعا کنیم، خدا صدای ما رو میشنوه و دعای ما رو اجابت میکنه. وای بر مسیحی که هنوز کاسه چه کنم دستش میگیره. وای بر اون مسیحی که هنوز میگه نمیدونم وضع مالیم، بچم فراموش کرده، فقط زنده است که خدا رو خدمت کنه و بشارت بده، هیچ چی دیگه نیست. اگر نه دوز بالای صلیب بهترین فضا و شرایط رو داشت. بله. آنگاه پتروس از روح القدس پر شده به دیشان گفت: ای رؤسای قوم و مشایخ اسرائیل، اگر امروز از ما باز پرس می شود درباره احسانی که به دین مرد ضعیف شده، یعنی به چه سبب او صحت یافته است، جمیع شما و تمام قوم اسرائیل را معلوم باد که به نام عیسی مسیح ناصری که شما مصلوب کردید و خدا او را از مردگان برخیزانید، در او این کس به حضور شما تندرست ایستاده است. چگونه پتروس داره با قدرت صحبت میکنه؟ با قدرت صحبت کن، اجازه بده روح القدس با قدرت به توسط صحبت کنه و بشارت بده. اون نمیاد محدود کنه خودش رو، نمیگه نه اینجا بده، اینجا بی احترامی به این دولت میشه، نه خدا دولت ها رو گذاشته. برادر رسول مواظب باشی، من نمیدونم چرا اصلا ایمان آوردی، اینقدر تو این دولت جمهوری اسلامی رو دوست داری؟ اگه دوست داری دولت جمهوری اسلامی، دوست نداره تو به مسیح ایمان بیاری. تو چرا حکم جمهوری اسلامی رو زیر پا گذاشتی؟ اگر به مسیح ایمان آوردی، امروز احترام به دولتی میذاری که باعث این همه ظلم و ستم نیست شده. نویسنده اعلام میکنه عشق فقط یافتن شریک خوب نیست، فقط این نیست که مسیح بهترینه، قسمت بعدیش اینه، باید خودت هم شریک خوب باشی، خودت هم باید مثل مسیح باشی. چرا ما باید انگوش شمار باشه کشیش هایک مهدی دیباج و و چرا انگوش شمار؟ چون بقیه انگوشتا کار نمیخوان بکنن و باید کار کرد. عشای ربانی یعنی این که من مسئول هستم که تو اون جایگاهی که خدا میخواد بیستم. بله. آن سنگی که شما معماران آن را رد کردید و الحال سر زاویه شده است و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. پس چون دلیری پتروس و یوحنا را دیدند و دانستند که مردم بی علم و امی هستند، تعجب کردند و ایشان را شناختند که از همراهان عیسی بودند. پس دیدن افراد خیلی معمولی هستن، آدم های خیلی باسوادی هم نیستن. انتظار نداشته باشید کشش شما خیلی باسواد باشه، انتظار داشته باشید در روح القدس پر باشه. سواد خوبه، دانش خوبه، به دنبالش باید بریم، اما انتظار داشته باشید که از روح القدس پر باشه. هیچ کجای کلام خدا نگفته کسی که برای تو دعا میکنه باید دکترا الهیات داشته باشه. خوبه دکترا الهیات داشته باشیم. دکترا الهیات مس نمیاره، مس رو روح القدس میده به فرزند خدا که وفادارانه میسته مثل خود شما ها ایستادید برای کار مسیح. بله. و چون آن شخص را که شفا یافته بود با ایشان ایستاده دیدند، نتوانستند به ضد ایشان چیزی گویند. پس حکم کردند که ایشان از مجلس بیرون روند و با یکدیگر مشورت کرده گفتند که با این دو شخص چه کنیم، زیرا که بر جمیع سکنه اورشلیم واضح شد که معجزه ای آشکار از ایشان صادر گردید و نمی توانیم انکار کرد. لکن تا بیشتر در میان قوم شیوع نیابد، ایشان را سخت تهدید کنیم که دیگر با هیچ کس این اسم را به زبان نیاورند. پس ایشان را خواسته قدغن کردند که هرگز نام عیسی را بر زبان نیاورند و تعلیم ندهند. اما پتروس و یوحنا در جواب ایشان گفتند: اگر نزد خدا ثواب است که اطاعت شما را بر اطاعت خدا ترجیح دهیم، حکم کنید، زیرا که ما را امکان آن نیست که آنچه دیده و شنیده ایم نگوییم. و چون ایشان را زیاد تهدید نموده بودند آزاد ساختند. خب پس بنابراین منکر نشدند. هوشیار باشیم، منکر نشیم. یه نفر این هفته ما زنگ زد از ایران به من گفت: برادر رسول چگونه میشه ما منکر نشیم؟ شرایط خیلی سخته. گفتم وقتی از روح پر بشی قوت روح القدس در تو کار میکنه. برادر عزیز ما، برادر شهرام عزیز که الان فکر کنم در بلژیک باشه، ایشون برادری بود که صبح زود بلند میشد دو تا کیسه کتاب مقدس انجیل دست میگرفت با فیلم تو زمستون و تابستون میرفت مغازه مغازه، خونه به خونه. 17-18 سال پیش توی ایران بشارت میداد، توی خیابونها
به هیچ ترسی هم نداشت. زمانی که خداوند با قلبش صحبت کرد از ایران بیاد بیرون، وقتی که میره فرم پاسپورتش رو پر میکنه، توی فرمش مینویسه من مسیحی هستم. و وقتی که اون شخص میخواسته بهش پاسپورت بده، میگه یه سوالی دارم، تو اسمت شهرامه و شهرام فلان، من نمیفهمم چونش مسیحی. میگه من تا آمدم بگم چرا، گفت ایس رو ساعتتم که عکس مسیحه. یه ساعتای زمانی مود شده و عکس عیسی مسیح بود. گفت بله. گفت پس تو جدا مسیحی هستی؟ تموم شد. این کجاش دلیل درستی بود؟ خدا کار میکنه، نترس. فکر این چیزا رو نکنیم. فکر اینو کنید که اگر بشارت ندید اون شخص هلاک میشه، و بشارت دادن هم محکوم کردن نیست. هوشیار باشیم. این نیستش که ما محکوم کنیم دیگران رو، داوری بد بر دیگران بکنیم. اتفاقا بشارت دادن این هستش که خبر خوش این که ما دیگه سرزنش نخواهیم شد و ما به جایگاهی نخواهیم رسید که بخوایم بر حسب داوری به خدا برسیم. این فیض خداست که باعث نجات ما شده تا در اون نجات نیز قرار بگیریم. شخصی ماشینشو میدوزن، وقتی ماشینشو میدوزن دوستاش کنارش بودن، یکی میگه مطمئنی زنجیر انداخته بودی به فرمونت اینا؟ میگه آره باور کن، یه زنجیر خیلی کلوف. میگه نه حتما قفل شل بوده. میگه نه باور کن. میگه نه نمیشه. اون یکی میگه درای ماشین قشنگ سپسی؟ میگه آره باور کن، درا هم مثل همیشه سپس، حتی تستم کردم ولی خب دزدیدن. میگه غیر ممکن، حتما اینکه درا باز بوده. اون یکی میگه ماشین کجا پارک میکردی؟ میگه خب من طبقه دوم هستم، همیشه پایین خونه، همیشه هم میدیدمش. نه حتما اشتباه، یه جا دیگه پارک کردی. آخر سر میگه میدونی چیه، من که مقصر نیستم، من دوزه که مقصر نیست، من مقصر هستم. ما وقتی میریم تو قضاوت و داوری خودمونم مقصر میشیم، خودمون کجا بودیم. پس هرگز کسی رو توی داوری نیارید، فقط خبر خوش نجات رو با عشق و محبت به دیگران انتقال بدیم. بله. به سبب قوم، زیرا همه به واسطه آن ماجرا خدا را تمجید می نمودند، زیرا آن شخص که معجزه شفا در او پدید گشت بیشتر از 40 ساله بود، و چون رهایی یافتند نزد رفقای خود رفتند و ایشان را از آنچه رؤسای کهنه و مشایخ به دیشان گفته بودند مطلع ساختند. چون این را شنیدند آواز خود را به یک دل به خدا بلند کرده گفتند خداوندا، تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دریا و آنچه در آنهاست آفریدی. آمین. که به وسیله روح القدس به زبان پدر ما و بنده خود داوود گفتی، چرا امت ها هنگامه می کنند و قوم ها به باطل می اندیشند؟ سلاطین زمین برخواستند و حکام با هم مشورت کردند، برخلاف خداوند و برخلاف مسیحش. مرسی، خیلی ممنون. برای چقدر دیگه مونده؟ اوکی، مرسی. بقیهش رو بخون چون وقت نیست، می خواهیم به سفره خداوند نزدیک بشیم. گاهی ما یه دست بزنیم برای این کلام خداوند. گاهی ما در دعاهامون این هست که خداوند ایران رو نجات بده. خداوند میگه من ایران رو نجات میدم. تو چی کار داری میکنی؟ تو چی کار داری میکنی برای ایران؟ آیا خبر خوش نجات رو شما میدی به دیگری، به دوستت، به فامیلت، که اون نیز مطلع بشه و بتونه در این مسیر نجات رو دریافت کنه و یا نه؟ یک مثال انگلیسی میگه هر قدر بیشتر ماهی بخواید باید بیشتر به دریا نزدیک بشیم. بریم با هم دیگه نکته سومو داشته باشیم. آیا همه بروشور داریم؟ لطفاً نکاتو داشته باشیم. چگونه میتوان چشمانداز ملکوتی داشت؟ با ایمان به عیسی مسیح به توسط روح القدس خواهیم به توسط روح القدس قدرت خواهیم داشت تا با چشمانداز ملکوتی شاهد اجابت دعاهای ما باشیم. نکته دوم که به درس‌های قبل مربوط میشه، با ایمان به عیسی مسیح به توسط روح القدس شهامت خواهیم داشت تا با چشم‌اندازی ملکوتی شاهد نجات بشری، شاهد نجات بشارت شدگان باشیم. این نکته سومه، نه نکته دوم. این نکته سوم هستش. پس میتونید شما اینو، بله، این نکته دوم هست، اشتباه شده. لطفاً برگردید رو همون نکته قبلی دوم. عزیزان جای خالی رو توی بروشوراتون لطفاً پر کنید و تو همین مسیر هم ما بتونیم بشارت بدیم به دیگران، ولی همون گونه که گفتم با زبان محبت.
اندیشمندی اعلام میکنه مهربانی زبانی است که لال میتواند با آن سخن گوید و کر میتواند آن را بشنود. انیشتن رو میکنه به چارلی چاپین، میگه میدونی محبوبیت تو به خاطر چیه؟ میگه به خاطر چیه؟ میگه به خاطر اینه که با مردم خیلی ساده صحبت میکنه. چارلی چاپین هم میگه اون مزا، میگه انیشتن تو میدونی محبوبیتت برای چیه؟ میگه برای چیه؟ میگه برای اینکه هر چی میگی مردم هیچی نمیفهمن از حرفات. اگر قرار هست ما بشارت بدیم، باید درک کنیم مردم رو بفهمیم و اون موقع هست میتونیم خبر خوش نجات رو به دیگران بدیم. بریم با هم آیه آخر رو نیز داشته باشیم. نامه اول قرنتیان 9:16. زیرا هرگاه بشارت دهم مرا فخر نیست، چون که مرا ضرورت افتاده است، بلکه وای بر من اگر بشارت ندهم. آمین. 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 آمین.